در حالی که رقم افراد مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده بالاست، یک زوج آمریکایی نگران وضعیت کرونا در داخل افغانستان هستند. جان برادلی، جنرال بازنشسته قوای هوایی آمریکا که در افغانستان خدمت نموده است، با همسرش جان برادلی از منزلشان هر روز ملاقات‌های مجازی با نمایندگان محلی برای هماهنگ نمودن کمک‌های خیریه برای افغان‌ها در مناطق غرب افغانستان صحبت می‌کنند. ما به تلاش های خود و بنیاد ما به طور جداگانه ادامه می دهیم. ما از افزایش قضایای ویروس کرونا در افغانستان آگاه هستیم و برخی در ولایت هرات جان باختند. ما در داخل کشور افراد داوطلب داریم. به رئیس برنامه ما دکتر صفی‌الله حیدر با شفاخانه هرات کار می کند. ما قبل از ویروس وضعیت را دنبال می کردیم و با برگشت برخی پناهجویان از ایران وضعیت اکنون بدتر شده است. ما افتخار کار با بنیاد کودکان بدون سرحد را داریم و در طول یک ماه بسته های غذا و مواد نظافتی خصوصی را به حدود 370 خانواده، زنان بیوه، کودکان کارگر و افراد مسن و اطفال روی سرک من حیث دور اول کمک ها ارسال کرده ایم. هدف اصلی بنیاد لامحه اکنون حمایت از افغان هایی است که برایشان محموله های غذا و مواد پاکاری توزیع می کنند. این بسته ها برای خانواده های بی‌بضاعت، کودکان خیابانی، کارگران، زنان بیوه، افراد معیوب و مسن داده می شود. این زوج آمریکایی از حمایت افغان های دایاسپورا به خاطر کمک به وضعیت ویروس نیز حمایت می شوند. بله، پاسخ افغان ها مثبت بود. ما از افغان های آمریکایی و کانادایی پول دریافت کردیم. همکنون فعالیت های بشری را در هماهنگی با کودکان بدون سرحد کانادایی و در اینجا بنیاد لامحه پیش می برد. ما از آنها پول کمک دریافت کردیم و از کار ما استقبال کردند. به ویژه اینکه ما به دقت خانواده ها را برای کمک ها انتخاب می کنیم و خانواده هایی را که بیشتر توانایی مالی ندارند پیدا می کنیم. جان برادلی و همسرش چندین بار به افغانستان سفر کردند و آنها مکاتب دخترانه را نیز در آن کشور ساختند. ما همکنون 5 مکتب خصوصی در کمپ های افراد بیجا شده در سراسر کابل داریم. ما خود ما آن را به پیش میبریم و با آنکه اکنون صنوف ما متوقف شدند، ما معاش معلمین را میپردازیم. مکاتب مسدود شدند اما میخواهیم معلمین ما کارشان ادامه یابد. وقتی شاگردان به مکتب برگردند، باز به درس های خود ادامه میدهند. برای بیشتر از یک دهه زوج آمریکایی زندگی خود را وقف آموزش دختران افغان نمودند. از سوی دیگر بنیاد لامت تمویل کننده کلینیک تخصصی زنان در شهر جلال آباد است که همکنون فعالیت دارد و یگانه دکتر در این کلینیک هر روز معلومات برای مردم و محل نکات مهم نظافت را به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا و خصوص در شستن و فاصله اجتماعی یاد می دهد. جنرال برادلی با تجربه نظامی که در افغانستان دارد از برگشت طالبان به صحنه سیاسی افغانستان اظهار نگرانی نمود و گفت ممکن تا حد روند کمک‌های بشری برای حمایت از آموزش دختران را تحت تاثیر قرار دهد. اکنون کمی دشوار است که پیش بینی کنیم برگشت طالبان چه تأثیری بر روند کار ما خواهد گذاشت. ما هر کاری که نیاز باشد برای ادامه فعالیت‌های بشری خود، برای کمک به تحصیل و حق کار دختران و زنان افغان انجام می‌دهیم. من در مورد مذاکرات با طالبان نگرانی جدی دارم به خاطر که در مورد مسائل زنان بحث نکردند. تشویش من این است که آنها به پروسه سیاسی تن نمی‌دهند و نه نتایج انتخابات دموکراتیک و غیر آزادی‌ها را قبول دارند. خانواده برادلی میگویند زنان در افغانستان باید آزاد بمانند و مانند مردان باید آزادانه هر کار و تصمیم خود را عملی سازند و نباید این آزادی‌ها تحت تاثیر برگشت طالبان قرار گیرد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.